خب، عرض شد که دوستان عزیز، داستان سوشال نتورک ها رو هرچی ما راجبش حرف میزنیم، دو تا تلفن به ما میشه، میفهمیم کم گفتیم. هرچی بیشتر خیال میکنیم توضیح دادیم کافیه، باز دو تا تلفن دیگه میشه، باز خیال میکنیم، باز میفهمیم که کم گفتیم. از همه مهمترم یقه منه که کجه، میگم که شما حواستون نیست اینجوری. حالا بهتر مهندس با هی جیمی میخوام بنویسم از این به بعد که حواستون به یقه نباشه. بله، چقدر سردرگمی هست، چقدر کانفیوژن هست، چقدر به قول معروف کج فهمی هست روی سوشال نتورک ها. دو جلسه گذشته رو دو هفته پیش رو ما راجع به این صحبت کردیم، فکر کردم تموم میشه، بریدم نه، مطلب بیشتر از این حرف هست. اول مشکل پسرها این بود که آقا چجوری سر صحبت رو باز کنیم، چجوری سر صحبت رو باز کنیم با دخترها، که این خنده تار تا این سوالی که من شنیدم. الان با وجود سوشال نتورک سر صحبت رو که باز کنیم که کاری نداره، دخترها واسه تون اعلامیه گذاشتن، عکسای خوشگلشون هم گذاشتن، میگن بیا این سر صحبت باز کنیم. دیگه سر صحبت باز کردن دیگه مشکل نیست، الان صحبت به نتیجه که شما میخوای رسوندن بزرگترین مشکلی که ده ها برابر سخت‌تر شده. فیسبوک پدیده ظاهرا جدیده، ولی اساسا از همون چارچوب میدیا پیروی میکنه، یعنی objectification of women and sales، یعنی کالا کردن زن، یا در واقع استفاده از کالا بودن زن. زن رو کسی نمیتونه کالا بکنه، زن خودش کالا میکنه. استفاده از کالا بودن زن و پول در آوردن، این سیستمی هستش که همیشه میدیا پول در آورده از هر جهتی. فیسبوک هم همونه، به یک شکل ظاهری جدید. و اینجا در واقع همون داستانی رو که همیشه و همیشه و همیشه و همیشه زنا سرش جنگ داشتن با مردا و از دست مردا دلخور بودن به خاطرش، انجام شده و خانوما روی فیسبوک خوشحال و خوشحالترن هر روز. زنی که از فیسبوک شکایت داشته باشه من ندیدم تا حالا، حالا شاید شما دیده باشه، ما زنی ندیدیم از فیسبوک شکایت داشته باشه، همجوری که ما زنی نمیبینیم که از برنامه های تلویزیون، سوپ آپرا، نمیدونم برنامه آرایش، برنامه گرین کارت، برنامه کلیه، برنامه جراحی دماغ، برنامه فروش دمپایی لاغری، برنامه فروش نمیدونم هر چیزی که هست تلویزیون شکایت داشته باشه، به ندرت اگه من نمیدونم. مردم که ویکتما و شکارهای جان از دست داده، بی جان و نیمه جان هستن، که اصلا جرأت ندارن راجع به میدیا حرف بزنن که میدیا داره چه بلای سرشون میاره. ولی راجع به فورچونه زنها شکایت دارن. چرا؟ چون یه چیز فورچونه به هم میزنه، دینایال رو، کتمان واقعیت و شوی فورچونه جلوش رو میگیره. خیلی از دخترها که از دست من دل خورن به خاطر اینکه البته من آدم عوضی هستم نیست، این دلیل اصلیش نیست، دلیل اصلیش اینه که من اون وقت و اون فضای غبار آلود صورتی لنگ لطیف و که بوی گل و استرابری و بنفشه و اینا میاد که میتونه توش دینایال داشته باشه و کتمان واقعیت بکنه و هر جور خیال بافی برای خودش بکشه، ما میگیم بله این واقعیته، اونو من به هم میزنم، گرد و دود میره که نه، تصویر واضح از واقعیت بهش میدم و این عذاب میده دخترها رو، چون میدونی که زن و مرد در دو دنیای مختلف زندگی میکنن. زن و مرد در میگن مردان نمیدونم ونوسی، زنان نمیدونم چی، مردان مریخی، زنان ولوسی و مزخرفاتی از این قبیل. زن و مرد در دو دنیای مختلف زندگی میکنن. مردا در دنیای زندگی میکنن که اینجاست و
و زنها در دنیای زندگی میکنن که خودشون برای خودشون میسازن، خودشون برای خودشون تصور میکنن و در اون تصور زندگی میکنن. و میدیا یعنی وسایل روابط جمعی که کارش جز فروش آشغال چیزی نیست، این قضیه رو فهمیده و از این قضیه داره پول میسازه. هر تصوراتی که زنان تصوری یا تصوراتی که زنان دارن به عنوان چیزای غیر واقعی و اگر اونا رو بشکنی عصبانی میشن، چون واقعیت یه چیز بیشتر نیست ولی تصورات و توهمات میشه هزار مدل باشه، اونا رو بشکنی اصلا اونا رو نمیشکنه، اونا رو کیتر میکنه بهش، مثل یه گل بهش آب میده، غذا میده، فیدش میکنه، بزرگش میکنه. مسائلی مثل ولنتاین دی و نمیدونم چیزهای مختلف، تولدت اگه یادت دادش نبود به عاشق تو نیست و حرفای اینجوری دیگه. اینا میدیا اینا رو پرپچولیت میکنه، تبلیغ میکنه، تشویق میکنه تو اون فضا پول بسازه. حالا اون فضا رو چجوری توش پول اونو چجوری پول میکنه؟ مثلث دینایال، دیپرشن، خرید. میدیا میاد دینایال رو به زن میده. به مرد نمیتونی دینایال بدی، نمیتونی بگی این شلوار رو بپوشی زن بیشتر تو رو دوست خواهد داشت. مرد شلوار بخواه میره شلوار میخره، میره شلوار میخره میاد بیرون، کار به چی نداره. معمولا خیلی کم میبینی که یه مردی بره یه شلواری رو بخره بعد پس بده چون خوشش نیومد یکی دیگه بخره، بعد پس فردا بره دوباره پس بده یکی دیگه بخره. بیشتر نمی‌بینی. اگه ما شلوار می‌بریم پس میدیم یا تنگه یه چیزیش هست یا فهمیدیم کوتاست، چیزایی مثل این، چون حوصله نداریم بریم بیایم بریم این شلوار، یا می‌خوای می‌خری یا نمی‌خوای، اصلا حوصله مال نداریم. بگذاریم. دینایال یعنی اون فضای غیر واقعی رو که دوست داشتی واسط می‌سازن تو تلویزیون، تو اینو میبینی 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 فهم میکنی این واقعیه، یه هایی میایی با واقعیت برخورد میکنی، دیپرس میشی، بادت در میره. وقتی دیپرس شدی چیکار میکنی؟ خرید میکنی. و وقت خرید باید از کجا بکنی؟ اینو قبل من گفتم. خرید باید از کجا بکنی؟ چی بخری؟ نون که داریم، ماشینمون بنزین هم که داره. شما تا دیدید پمپ بنزین تبلیغ کنه که بنزین ما بهتره یا ارزونتر؟ شفران یه چیزایی میگه ولی که اهمیت نمیده، چون بنزین مردان که اهمیت میدن چی به چیه، مردان به این چطبت ها گوش نمیدن. خب یا اینجور چیزا، بنزین ما ارزونتره، این حرفا نیست. اگرم میکنن یه مقدار میخوان فقط تو بازی باشن، اون پول ساز نیست واسه شما، فقط حضور در صحنه است. میاد آشغالا رو که تلویزیون بهش نشون داده، دمپایی لاغری نمیدونم اون این رو بخره. این سیستم حالا اگه هر زنی ناراحت بشه از یه چنل یا کانال یا تلویزیونی، خب طبعا آشغالا یه تلویزیون دیگر رو میخره. پول در نمیاد. حالا فیسبوک و سوشال نتورک ها اومدن به بزرگترین دینایال زنا، بزرگترین دینایال زنا، که شما با هر زنی که 300 ساعت مطلب و صحبت کردی و در یک در ملأ عام جلوی 25 تا دوربین این قضیه رو ثابت کردی، فرداش دوباره جا داره از اول بحث کنی، دوباره همون حرفا رو میزنه، از اول باید بحث کنی بره جلو تا دوباره ثابت بشه، ویدیو میگیری میذاری کنار، پس فردا دوباره اگه سوال کنی بازم میگه من قبول ندارم، دوباره از اول باید بحث کنی بره جلو. بزرگترین دینایالی که زنا دارن اینه که حاضری بگم اینه که زنا با مردا میتونن دوست باشن. یعنی چی؟ پس زن با مرد نمیتونه دوست باشه؟ میتونه دوست باشی. شما با گرگ هم میتونی دوست باشی، با دلفین هم میتونی دوست باشی، با سگ هم میتونی دوست باشی، با مرد هم میتونی دوست باشی. ولی این دوستی هدفش چیه؟ بازم میمونه واقعیت در مقابل دینایال، یعنی اون قسمت بغبارالوت صورتی کدمان واقعیت. فیسبوک و سوشال نتورک ها اومدن کاری که کردن این بزرگترین دینایال غیر قابل دسترسی صعب الوصول که مردا اهمیتی بهش نمیدادن،
اینو راحت شروع تثبیت کرده، زنا رو گشته پشت شیشه، مردم صف وای میسن اونور شیشه. میدونی کدوم شیشه رو میگم؟ که شیشه مانیتور مانیتور کامپیوترتو میگم، پشت اون شیشه. زنا اونورن، تو بمیری نمیتونی دست بزنی بهش، بمیر، چنگ بزن، گاز بگیری، کلتو بزن به اونجا، نمیتونی. باید ببینی که اون چه اسمی روی رابطه شما میذاره. تموم شد دیگه. زیباترین چیزی که فیسبوک به زنا میده اسمشو گذاشتن فرند. تا حالا شما دیدی یه مردی بیاد، ببخشید دوستان، حالا تا بحث ادامه میدیم، اگه بخواید تو این بحث شرکت بکنید، هاتلاین پرچونه سمت چپ تصویرتون نوشته، هاتلاین پرچونه است 712-432-4242. ما فقط با هاتلاین میتونیم صحبت کنیم، به خاطر اینکه اسکرینرمون تشریف نیاوردن امروز و ما دستمون تنگه. و اگه بخواید مطلبی بگین تو این برنامه کوتاه پرچونه امروز، تا ساعت 9 ما در خدمتتون هستیم. شماره تلفن هاتلاین پرچونه است 712-432-4242. دقیقه $2 هزینهش هست. اگه دوست دارین تو وقت تنگی که ما داریم حرف بزنین، قیمتش $2. حالا اگرم که فکر میکنین حرفتون $2 هم نمیارزه، ولش کن، نمیخواد زنگ بزنین. ولی $2، $3، $4، $6، $8 خرج میکنید، روی نتورک بین‌المللی صدات پخش میشه، تو یکی از مطرح‌ترین و پربیننده‌ترین شوهای تلویزیونی دهه گذشته، ببخشید، تاریخ تلویزیون های ایرانی. من با عدد و کاغذ این رو ثابت میتونم بکنم. خیلی میخواین تماس بگیرید؟ 712-432-4242. تلفن های مجانی رو هم نمیتونیم جواب بدیم. شما که دارین زنگ میزنید لطفاً قطع بکنید و 712-432-4242 ما تماس بگیرید. فیسبوک اومده این کار کرده و این کار بدترین بلا رو سر پسرها آورده. چرا؟ چون پسرها فکر میکنه به یه دختری که گفت تلیک فرند ریکوست، اونم زد تلیک یس، این مثل که سر صحبت باز شده و اون عکسای لخت و نیمه لختی که دختره 185 تا رو فیسبوکش اینجوری گذاشته، از بالا گرفته، از پایین گرفته، خم شده گرفته، دارن همدیگه رو گاز میگیرن، زبون به هم دیگه میزنن، نمیدونم بوس میکنن. دیدین دیگه، برید تو فیسبوک ببینید دختره از 14 15 13 سالگی چه عکسایی میذارن. فکر میکنم اون عکس ها برای این گذاشته شده که این ببینه. دختری که شما باید در ایستگاه اتوبوس خودتو میکشتی، باید حرف بزنه، بری بیای آسمون، بری زمین، بیای تا یه عکس کوچولی انقدی با روسریشو به تو بده که اونم هیچ موقع نمیداد که آبروش نره، اون الان تمام عکس های خصوصیشو تو میتونی ببینی. فکر میکنی وارد شدی در فضای زندگی اون. اینکه خیلی بهتر از که من سعید بکنم سر صحبتو باز بکنم، نه، اشتباه همینه. اشتباه اینجاست که شما تو بازی افتادی که فیسبوک داره از اون آب گلالود کره میگیره، ماهی میگیره، یا از آب کره میگیره. و اونی که یه دختر اگه با یه پسر حرف بزنه حضوراً و فیزیکی باش تماس داشته باشه، فیزیکی منظورم کار زشت نیست، مثلا فیزیکش حاضر بسید دست بزنیم، سلام، دست بدیم، فیزیکی وجود داشته باشه تو اتاقی که داریم با هم حرف میزنیم، این دختر دوتا راه داره: یا بگه و بخنده و علاقه خودشو به این پسر نشون بده، یا راشو بکشه بره. نمیتونه وایسته به پسره بگه که تو همجه وایستا، واسه من پول خرج کن، شامم بخر، دنبال منم بیا ببر، ولی خب من فقط اینجا میشینم دیوار نگاه میکنم، یا فقط اینجا میشینم به پسره دیگه حرف میزنم. نمیتونه که این حرف رو بزنه. در نتیجه راه فراری پیدا شده که اینا برن پشت شیشه مانیتور وایستن و عکسای قشنگ خودشونو بذارن اونجا و شما بیای چنگال بزنی به این شیشه، چنگال بزنی که بتونی بری تو، که نمیتونی بری تو. شما مثل باطلاق میمونه، هر چی بیشتر تلاش میکنی تو فیسبوک بدتر میفتی، میری پایین، بدتر، کمتر چیزی گیرت میاد. خب یعنی در واقع فیسبوک وسیله ای رو درست کرده و انوایرمنتی درست کرده و وهیکلی درست کرده، ماشینی درست کرده که اتنشن مردا و توجه، چون میدونی زنا نسبت به مردا داریم میگیم، برندگان جایزه نوبل یا ماری کیوری یا پیشتازان علم پزشکی که اگر خانم‌ها هم توش هستن، نمیگم در رابطه با مرد، زن در رابطه با مرد
به اتنشن و توجه اون مرد زنده است. زنهایی هستن که همه جور خرجشون و شوهرشون میده، ولی اگه خیانت میکنن، اگر خیانت میکنن ازش میپرسی چرا این کار کردی، میگه به من توجه نمیکرد. توجه مهمترین چیزه. حالا زن در ازای هر چیزی که، هر توجهی که از مرد میگیره، باید چیزی رو که مرد ازش میخواد بهش بده، که اون همون رابطه جنسی، حالا بعضیا به صورت ازدواج، بعضیا که اون مدل قدیمیش بود، بعضیا که الان میبینی اکثریت به صورت غیر ازدواج هست. اینم من ندرست کردم، نه من دستورش دادم، مثلا شکایت از من نکنید، من نگفتم این کار بکنم. پس باید روابط جنسی و بالاخره چیزی که مرد میخواد در اختیارش بذاره. این همون سوء استفاده ایه که شما به دختر 12 سالتون میگی موازه باش پسر رو اذیت نکنن. خب اونو میخواد، پس طبعا اگه به دستش نیاد دیگه محلی به زنه نمیذاره، اتنشنی نمیده. خب پس قضیه حضوری، یک زن با یه مرد میتونه اتنشن بگیره. یا اگه خیلی خوشگل باشه، دختر ترگل ورگل و خوشگل حسابی زرنگ، کار درست، سیاست مداره، هفت خطی باشه، بتونه 3 تا 2 تا پسر و 4 تا پسر رو از ماشین این پیاده شه، با اون بره شام بخوره، با اون یکی بره مثلا بلیط کنسرت واسش بخره، 3 تا 4 تا پسر رو بتونه بپیچونه. دیگه 1842 تا فرند که نمیتونه داشته باشه. حالا ببینی هر کور کچلی که عکس لباس یقش باز کرده یا دامنش کوتاه عکس گرفته، اینجوری نشسته پاش انداخته رو پاش، 3281 فرند هستن توش. یعنی چی؟ یعنی اتنشن مفتی و فراونی از پسرها به دخترها میرسه، و هرچه بیشتر وقتی به دختر اتنشن و توجه میدی، در نتیجهش کمتر اون دختر دلیل داره و کمبود توجه احساس میکنه که بخواد بیاد حضوراً در جامعه و کاری انجام بده. یکی از دوستای ما چند وقت پیش توی یه کلابی بودیم، با یک دختری گفت و خندید و حرف زدن و اینا فلان اینا، گفتش که تلفن تو خوب بده بهت زنگ بزنم. دختره گفتش که آتلان پرچونه، این یادتون باشه شوی پرچونه، مرسی که با آتلان پرچونه زنگ زدیم، میتونم شما رو بزنم رو ایر؟ بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم. بهروز جان سلام، یه چیزی میخواستم بهتون بگم. من خیلی توی فیسبوک و اینا وقتی تحقیق میکردم، اون موقع میخواستم بگم که جالبیش اینه که هر کسی که خیلی توی جریان سوشال نتورکینگ، مخصوصا خانوما، دارن تنها یک دونه اکانت هم ندارن، مثلا فقط یه دونه فیسبوک باشه. بعضی هم هستن که حتی از یه اکانت هم بیشتر دارن، یعنی پیکاسای نمیدونم تگ تویتر، هر کدوم یکی یه دونه اکانت دارن روی اینا. و این اتنشنی که شما میگفتی فقط هم به یه دونه فیسبوک هم راضی نیستن از یه جا حداقل بگیرن. درسته، اینو میگن چاه اتنشن، یعنی هر چی بریزی چاه تش تا نداره، هر چی بخوای میتونی اتنشن توش بریزی هنوزم جا داره. فقط جالبیش اینه که بریزن چجوری وقت میکنن. ببین چه جوری وقت میکننش یه مسئله است. شما اولا نمیدونی اون 1850 نفر رو که باهاشون همه حرف نمیزنه که، ولی تا اونجایی که نفس داشته باشه اتنشن اونجا کافی واسش هست. مثل اینکه شما بگن آقا شما با 75 تا دختر رابطه داری، چه جوری وقت میکنی اینا رو ببینی؟ مهم اینه که شما هر موقع بخوای داری. میدونی؟ و هر موقع پسرایی که و هرچی هم پسرایی که تو این صفحه هستن کمتر اکشن گیرشون میاد. درسته. بله. اون وقت اینا که توی این لیستا اضافه میشن هر روز که خب اینا به هیچ جا نمیرسن که اینجوری. خب اونا خیال میکنن میرسن دیگه، مشکلشون همینه دیگه. اونا مثل آدمایی هستن که مثلا فرض کن جورج کلونی یا مثلا چه میدونم براد پیت میاد یه جایی، اینا میرن اونور خیابون جورج، اصلا جورج اونا رو نمیبینه که، اینا وقت خودشون دارن تلف میکنن،
ولی فکر میکنم رفتم جورج رو ببینن. حالا اگه تلویزیون HD نبود، ماهواره نبود، بله آدم میرفت یه کسی رو دوست داره میدید، وقتی خونه نشستی که بهتر قیافه جورج کلونی رو میتونی از تو تلویزیون HD خودت ببینی که. درسته. بله اینطوری. و یه چیز دیگه که بس... بفرم. نه بگو شما بگو. من یه سوال دیگه هم داشتم، میخواستم ببینم که من خودم من اگر که کسی من رو بخواد روی لیستش از بکنه از فرند، یعنی تو اونجایی که بدونم خب میتونم برم جلو که میرم جلو زورم میزنم، ولی اونجایی که دیگه بخوام بیفتم توی اون قسمتی که فرند میفته و اینا بند کنم دیگه نیفتم، یعنی ایزو نمیدم عدم هم بکنم دینای میکنم نمیذارم درد بشم. ولی چیزی که جالبه اینه که بروز جان انقدر آدمایی هستن، یعنی متاسفانه انقدر پسرهایی جدا از اونایی که خب نمیذارن این بلا سرشون در بیاد، ولی انقدر درصدشون بیشتر از اونا هستش که اگر که 3 نفر 4 نفر هم مثلا ازده ندن که عدشون بکنن، یعنی که اصلا نذارن اینجوری باشون بازی بشه، فقط سرشون بدون کلا میمونه. نه اینطوری هم نیست، اینطوری این اشتباه شماست، فکر میکنی سرش میکنه. اولا که اگه قرار بشه شما بخوای بری در یوزگی و گدایی بکنی برای یه چیزی میونه 250 نفر که از تو خوش قیافه تر و پول دارتر هستن، بهتر اصلا تو در اون جنگ شرکت نکنی، چون اگه در اونجا برنده هم بشی به عنوان یه لوزر محسوب میشی. این از این. بعدش هم یه چیز دیگه خطرناک در مورد روابطی که روی فیسبوک یا سوشال نتورک هست برای مردا اینه که مردا با یه زنی آشنا میشن، با فلرت، با بگو بخند، با مزه ریختن و خلاصه غرغمیش و فلان اینا تلفن دختره رو میگیرن، دختره باید زحمت بکشه تا اینا رو بندازه تو قسمت فرند، یعنی بگه من و تو با هم دیگه سکشوال رابطه نداریم، فرند هستیم. این باید دختره سعی کنه تبدیل کنه این مرد رو به جاست فرند، و مرد باید مواظب باشه که به جاست فرند تبدیل نشه، در حالی که فیسبوک شما از تای قصه میای تو، یعنی کسی که رو فیسبوک کلیک کرد از فرند وارد میشی، اون وقت باید خودت جون بکنی از فرند در بیاری. در واقع هیچ کس در نمیاد. در واقع رویایی که دخترها داشتن که با یه پسر قاطی باشن و هر چیزی که در آرزو خوابشون هست با اون پسر انجام بدن و 430 هزار پسر دیگه فقط واسه شون دست تکون بدن و اینا به اونا گوششون کج کنن و رد بشن، اون رویای با فیسبوک عملی شده و شما نه تنها که بعدن فرند نمیشی، بلکه از اول از تای صف به عنوان فرند میای تو. شما به عنوان فرند میای میخوای بشی بویفرند نمیشه، کسی هستن به عنوان دیت وارد میشن، بعد توی دیت مشکلی پیش میاد تبدیل میشن به جاست فرند، اون قسمت فیزیکیشه. ولی تو فیسبوک شما به عنوان جاست فرند وارد میشی دیگه. How bad could that be؟ متوجه هستی؟ آره. و این کسی وارد فیسبوک یه دختری میشه، این شخص باید مثل یه شکارچی، مثل یه کس، مثل یک پارتیزان، مثل یک کسی که داره حمله میکنه، حمله کنه تا اونجا که ممکنه بره جلو. این اتفاق مثل پرواز هواپیما میمونه، گاز میدی، شما 30 تا 35 ثانیه وقت داری این سور چه میدونم 300-400-2000 تنی رو از زمین بلند کنی. اگه بلند کردی بلند نکردی، آخر باند انفجاره و تمومه. هیچ هواپیمایی نیست که تا آخر باند بره به سرعتش برسه به 250 کیلومتر در ساعت بعد بگی خب آقایون نشد با این سیم برمیگردیم. شما وقت نداری تو فیسبوک وارد میشی با شروع کنی با حمله و با اگرسیو بودن و با اروگنت بودن و پررو بودن خودتو میرسونی به یه جایی که دختره 1-2-3 دفعه فرصت داشته باشه تصمیم شو راجب تو بگیره و بعد میای بیرون. اینجوری میتونی؟ شما خودتون چی پیشنهاد میکنید؟ یعنی یه کسی خب یه کسی رو از طرف همون فیسبوک و اینا خب آشنایی باش پیدا بکنه، اگر که بخواد با اون آدم رابطه برقرار کنه چجوری شروع میکنه که نیفته ته تا؟ موضوعی که شما از ته چا میای تو فیسبوک، این فضای زیبای دیدی دخترها رو فیسبوک، هرچی گیم و بازی و خانه بسازیم و پتمون رو بیاریم کلاش عوض بکنیم و عروسک بیاریم لباس تنش بکنیم و
دخترها زندگی میکنن رو فیسبوک، جایی هست که فضایی هست، تمام عکسای لختی و سکسی خوشگلشون رو میذارن اون جلو، بچه‌ها هم یک لشکر بچه پشتشون دارن چنگ میزنن به در که بخوام بیان تو، اونم راحت نشسته داره واسه اون سگه یه روبان قرمز میذاره، بعد ناخوناش قرمز میکنه که به روبانه بخوره، اون پسرام اونجا دلینگ دلینگ مسیج دلینگ دلینگ دلینگ، اونم یک های دلینگ لال دلینگ دلینگ جی کی لال دلینگ دلینگ. این زیباترین آرزوییه که هر دختری از ازل تا ابد در رابطه با مردا داشته که به حقیقت پیوسته. هیچ دختری ناراحت از فیسبوک نیست. پسرها تا حالا دیده که مثلا بروز چیه؟ من الان میخوام برم فیسبوک، یه بازی جدید اومده قشنگ واسه خودت پهن میکنی، همه لباسا رو مباسا رو پهن میکنی، رنگ میکنی، بعد یه ماشین درست میکنی، چرخ ماشین رو اجور خواستی عوض میکنی. پسرها تو فیسبوک کاری با این چیزا ندارن که. پسرات تو بسید داره میره شکل اصلا مشکل خیلی همین که شما میگین هست و یه چیز دیگه هم هستش که خیلی ریشهی تره و اونه که اصلا خود پسرام نمیفهمن چیز هست چه کلایی برشون رفته. بله، یعنی رفتن مثلا میگین شما دوست دخترت همچه میپیچونه که این یک طبقه که من فقط با افرادی که خیلی میشناسمشون پدر مادر نمام خواهر برادر کازینان اینان هستن که دور و بر منم و پسرم خیلی خیلی راحت قبول میکنه. هیچکس هم با این نداره. آخه هیچکس نیست که بگه خب چرا تو این همه عکس گذاشتی اگر اینا همه تو رو میشناسن و اونو من تو هم اونا رو میشناسی خب عکس رو بردار. مردم عصبانیه. ببین این بزن که فقط بود خبر بدن حرف بزنی. نه اینجوری بگم آپدیت کردن هر روز دیگه خالا پدر بزرگی تو میخواد بدونید مثلا الان داری کجا شام میخوری. آره اصلا این داستان یکی آخه کسی نیست بگه در میدیا، به خاطر این کار زن عصبانی میکنه و زن کانال عوض میکنه و شکایت میکنه و بعد آشغالای تلویزیون نمیخره، میدیا هیچ موقع این کار نمیکنه. میدیا به زن یاد به مردای اینو یاد نمیده. دقیقا مثل اون داستان چیز بود که مسئله پول خرج کردن واسه زنها، فیسبوک هم همچنین، اینا همه چیزایی هستش که باید یه چیز دیگه. مردا از این فیسبوک دلخورن، یه چیز دیگه هست مردا همه دلخورن. تمام مردا که با یه زنی رابطه دارن مثل زن خودشون، گرلفرند دوست دختر خودشون، نه به عنوان بودی کال یا به عنوان کژوال، نه دوست دخترشون هستن، با همدیگه ریلیشنشیپ دارن، مردا همشون شاکین از اینکه این زن چرا لباس سکسی و باز میپوشه و همه زنا دعوا دارن سر این قضیه که اینجا آمریکاست. یعنی چی شما میخواین زنا رو بکنین زیر چادر؟ واقعا چادر میگین که شما بعد برگردین بری ایران؟ شما بعدش هم اینا که همه تموم شد در روزه یه دونه بچت به سیکیور نبودن هم میشست. آره هیچ کس در میدیا هیچ شوی رو شما نگاه نمی کنی. در میدیا بیاد بگه آقا شما مگه اینقدر مخ مرده رو نمی خوری که من ریلیشنشیپ میخوام ریلیشنشیپ. خیلی خب ریلیشنشیپ وقتی داری دیگه دامن کوتاه ممنوعه، دیگه پیرن یقه باز ممنوعه، دیگه لباس اسکیمپی و بدن نما ممنوعه. اگر این حرف هیچ کس داره توی میدیا نمیذاره بزنه، مگه پرچونم که میگه یا به هم میخوره دعوا میکنه، هر کیم تو پرچونه تبلیغ کنه زنگ بهش میزنن فوش خوار مادر میدن اونم تبلیغاتو قطع میکنه. چرا؟ به خاطر که اینا چیزای رهایی بخش و ریلیوینگ و لیبریدینگ و آزادی بخش برای مردا هستش. اینا رو اگر مردا درست انجام بدن اون وقتی که دیگه زنا نمیتونن سوارشون بشن، زنا رو ناراحت بکنه هر تلویزیونی، آشغالاشون نمیدونه به کی باید بفروشه، در نتیجه زنا رو ناراحت نمیکنه. هیچ تلویزیونی در دنیا این کارو نمیکنه. خب و این چیزا اینم چیز اونم من قبلا گفتم فیسبوک هم همینه. شما کاری که باید میکنی اگه اون زنی که با شوهرش میخواد بیرون یا شوهر داره یا بویفرند داره میگه ما ریلیشنشیپ داریم لباس سکسی میخواد بپوشه، شما باید تاتنشن تقاط کنی بگی من و تو دیگه رابطه ای نداریم تا شما درست این آدم لباس بپوشی و درست لباس بپوشی و به زنت هم و دوست دختر چه خیلی وقت من دیدم مثلا طرف هر جوری دلش بخواد اون خانم لباس نکشه، این فقط کافیه که مرد چشمش بخوره به یه آدمی که مثلا داشته رد میشود لباس کتاب بشه بعد میگه تو واسه من واسه تو اینو پوشیدم. پس به هر نحوی به هر نحوی نمیاد میدیا به مردا به پسرای جوان یاد بده که آقا اگر میخوای دختره میگه ریلیشنشیپ بیوتیفول، ریلیشنشیپ خیلی چیز عالیه، شما اگه ریلیشنشیپ میخوای فیسبوک تو تعطیل کن. در برنامه هفته آینده ما موضوعش اینه،
ریلیشنشیپ یا فیسبوک کدومش رو میخوای انتخاب بکنی؟ و این بحث هفته آینده است، حالا دوستان بدونن که نگاه کن. و این داستانی هستش که میدیا نمیخواد زن رو ناراحت بکنه. فیسبوک هم یکی از رویاهای زنون است که به حقیقت پیوسته. و بازی ها، گیما، دیدی گل میفرستن؟ یه گل واسط یه قلب اومده. خب کار زناست، کار مرد که نیست. مرد که نمیگره رو اینترنت یه عکس قلب واسه من تولدم بفرسته. اون کیه رو اینترنت داره ساعتهای مدید وقت تلف میکنه؟ زن دیگه. چون مردی که رو فیسبوک میره ساعتهای مدید میشینه، بجز نگاه کردن عکس دخترها و اینکه کدومو میخواد و کلیک کنه و باشون زودتر بتونه اینا رو بکشونه تلفن ازشون بگیره، هیچ کار دیگه انجام نمیده. ولی زنه چون میدونه مسیر دوروبر خودش از مرد پر کرده، حالا داره اتنشن مثل همسه بخاری نرم داره، همجا هوای گرم میاد و این دلش گرمش، حالا میشه بازی میکنه، لباس سگ عوض میکنه، نقاشی میکشه، قلب میفرسته. 430 هزار مدل کارت تولد هست که باید اینا رو کنیم و بخری. 25 سنت. اگرم نخری چیپ محسوب میشی. خب پس این یکی از، حالا شما چجوری میتونی اینو خراب بکنی؟ مثل یه قصر عظیمی که در یه جایی چجوری میشه خرابش کرد؟ برقشو قطع بکن، آبشو قطع کن، برقشو قطع کن، اون قصر خراب میشه. چجوری میتونی آب و برق فیسبوک رو قطع بکنی؟ اتنشن، توجه به زن ندی. هر زنی رو که شما رو فیسبوک نگاه میکنی و ازش خوشت میاد، هیچ اشکال نداره، مثل یه زنی مونه تو اتوبوس نشسته باشه، این خانم نشسته، شما میشی پرش میگی سلام علیکم، اگه گفت سلام صحبت ادامه میدی، اگه اخم کرد شما رو تو میکشی میری. اون خانم که بیمرد نمونده، طبعا تو به قیافت نمیخوره که اون مرد اون باشی، اونم به تو اخم میکنه. متوجه هستی؟ و شما باید اتنشن رو قطع بکنی. به من میری، من خودم هم این کار میکنم، همه این کار میکنم، میری. البته من فیسبوک، این موضوع فیسبوک ریشه درمونده توی ریلیشنشیپ های بقیه. حالا اگر که اجازه بدی میتونیم یه ذره وارد بحث هفته دیگه‌تون بشین، چون من یه ذره چیز داشتم. باید تو هفته برز بحث هفته دیگه، هفته دیگه میریم دیگه، این هفته نمیریم. آره. و این داستان اینجاست که شما باید بدونی که هر چیزی از کجا آب میخوره. شما وقتی میبینی علف یه جایی در اومده، میری علف رو میکنی. خیلی خب، این علف های روی رو میکنی، ولی علت بیرون اومدن علف اینه که حتما یه جایی لوله ترکیده رو آب میخوره، یه جایی که نباید آب بخوره. نگاه میکنی کجا داره لوله نشت میکنه، چی شده که اونجا علف در اومده. خب فقط کندن این علف از این رو که درد رو دوا نمیکنه. و این هم همینطوره، شما باید اتنشن رو قطع کنی، توجهت رو قطع بکنی. هر مردی که توی حساب اکانت فیسبوک هر زنی هست، اگر به خاطر خود شخص اون زن رفته که اونو به دست بیاره، نباید اونجا حضور زیادی داشته باشه. مثل اینه که شما بری تو اتوبوس به خانمه بگی سلام، من اسم بهروز، من میخواستم اگه ممکن باشه شما شماره تلفنتون رو به من بدین. خانمه هم سرشون برکنه ایش اینجوری کنه، بعد من درست بالا سرش همجوری وایستم نگاش کنم. خب احمقم اگه من بالا سرش وایستم نگاش کنم. هرچی من اونو نگاه کنم این هی میگه ایش. هفتش تا ایش که گفت دیز بار من اونجا وایستم، پلیس هم صدا میکنه، یک جنگ بزرگی هم اونجا درست میشه. خب همیدی؟ باید you have to move the hell on. خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم، پول تلفن زیاد نشه. ممنونم، قربونت، مرسی، خدا نگهدار. بله دوستان عزیز، برای تبلیغات تو شوی پرچونه با شماره تلفن 310-896-75-24 با ما تماس بگیرید. حالا میبینید به موقعش شماره تلفن رو. تو شوی پرچونه تبلیغات سه تا جایزه داریم ما، یکی برای کسی که تبلیغ میکنن، یک 800 نمبر مجانی در آمریکا، یک اینترویو مجانی که در تو شوی پرچونه بیای به عنوان اسپانسر یا تلفنی یا حضوری یا نماینده بفرستی هرچی و شرکت بکنی، یه اینترویو مجانی در مورد بیزنس شما که چیز قیمتی هستش مجانی، ضمن این که یک کلیپ آگهی تونم که میبینید این کلیپ های آگهی که پخش میشه، یک کلیپ آگهی هم ما مجانی هدیه به شما هستش که با ما تبلیغ بکنید. شماره تلفن تبلیغات ما از 310-896-75-24 که به راحتی وقتی میرید به پرچونه.com اون تلفن اونجا هست. رادیوی 24 ساعت پرچونه هم که معرف حضورتون هست، ما چند ماهی هست رادیو رو راه انداختیم و شما میتونید گوش بدید. همین الان هم رادیو داره پخش میشه و ما برنامه های زنده روزهای جمعه ظهر به وقت لس آنجلس و
یک شنبه 10 شب به وقت لس آنجلس هستش، میتونید به برنامه رو گوش بدید، تو برنامه شرکت بکنید و همچنین برای تبلیغات اگر با ما تبلیغ بکنید، تبلیغاتتون در رادیو و وبسایت پرچونه مجانی هستش. پرچونه.com یادتون باشه قسمت میدیا دی ویدیوها و دی ویدیوهای یه سری مقدار زیادی از شوهای ما اونجا هستش در طول این سالها، میتونید ببینید. بر اساس پرچونه.com یادتون باشه تلفن هاتلاین پرچونه 712-432-4242 هستش که میتونید با ما تماس بگیرید و در برنامه زنده ما امروز شرکت بکنید. دوستانی که در اورنج کانتی هستن، یک گیتار و امپلیفایر مجانی از مدرسه گیتار نیروان هدیه میگیرن برای کلاس‌های خصوصیشون. دوستانی که در جای دیگه استادون کالیفرنیا جنوبی هستن، مثل لس آنجلس کانتی، پومونا کانتی، ونچورا کانتی، سان برنارینو کانتی، دیگه جایی مختلف هستن، یک گیتار مجانی همراه با کلاس ها دریافت میکنن. ولی در اورنج کانتی ما یه پروموشن داریم که گیتار و امپلیفایر مجانی در همه سبکا، بلوز، راک، جاز، هیوی متال، پاپ، ایرونی، لاتین، هر سبکی که شما دوست دارید و هر چقدر هم در هر سطحی هستید، معلمینی هستن که میتونن به شما کمک بکنن. با ما تماس بگیرید، هم به وبسایت portune.com میتونید سر بزنید، privateguitarschool.com هست میتونید سر بزنید، وبسایت گیتار هستش و همچنین تلفن ما که تو پورچونه هست، همه جا دیگه کاری نداره. هاتلاین پورچونه برای مسائل خصوصی و شخصی، نظریات شخصی من رو شما میتونید بپرسید، نظریاتی هستش که تا به حال بنده رو تا اینجا راحت و سالم و مسون و هیچ کمبود، هیچ لذت و تفریح هم نبوده و هیچ بلایی هم سرم نیومده، بلد بودم چیکار کنم، چجوری خودم از این جنگل درست بیارم بیرون و ادامه بدم به مسیر. همین خواستیم ببینید که در مسائلی که برای شما اتفاق میفته، من اگه بودم چیکار میکردم، نظر شخصیمو بدونین، به هاتلاین پرچونه تماس میگیرین 712-432-4242. خیلی خب، توی چند دقیقه‌ای که باقی مونده بریم دوباره سراغ مسئله فیسبوک. فیسبوک یا سوشال نتورک های دیگه مثل tag.com، پرسپولیس، این اون اولین استراتژی، چون ببین زنها هیچ استراتژی نمیخواد داشته باشن، زنها هیچ تکنیکی لازم نیست بلد باشن، به خاطر اینکه فیسبوک رو طراحی کردن که دقیقاً خواسته های زنها انجام بشه. خواسته های زنها چیه؟ تا اونجایی که ممکنه تعداد مردا زیادتر بشه و تا اونجایی که ممکنه کاری با این مردا نکنن، چون نمیتونه که یه زنی 1850 مرد خوشحال نگه داره. کدوم زنی در تاریخ بشر از اول تا آخر تونسته 1800 تا مرد خوشحال نگه داره؟ ما اینجا زنایی رو فیسبوک داریم که 3 تا 5000 تا پر کردن با همون 20 25 تا عکس سکسی که خودشون گذاشتن. اونا زنگ میزنن، اونا تماس میگیرن، اونا مهمونی میگیرن، بعد اونا میان، بعد اونا میچرخن، بعد فیسبوک ازشون پول در میاره، پروموتر پول در میاره، همه پول در میاره. خب اونا هم به خاطر اینکه میگن وای فلانی چقدر خوشگله، گفتم خیلی خوب خوشگل باشه، مثلا فرض کن سیندی کرافورد مهمونی بذاره، من برم تو مهمونی سیندی کرافورد $250 ورودیه بدم، چه فرقی، چی به دستم میاد؟ ها، اینم همونه. شما در فیسبوک میبینید که مردا مشکل دارن و خیلی از چیزهای دیگه هم هستش که در میدیای امروز داره انجام میشه و تبلیغ میشه که مردا عذاب میکشن ازش. یکی از اون همونجوری که گفتیم لباس پوشیدن زنا هستش. زنا هر جوری که دلشون بخواد میتونن لباس بپوشن، به هیچ کس مربوط نیست. به هیچ کس مربوط نیست که شما خانم در هر سنی که هستی، البته بالای سن قانونی، قبل اون به بابا مامانت مربوطه، به پلیس هم مربوطه، ولی قبل از بالای اون سن قانونی به هیچ کس مربوط نیست که شما چجوری میخوای لباس بپوشی. ولی وقتی که دوست پسر گرفتی، گفتی ما ریلیشنشیپ داریم، یا نامزد داری، یا شوهر داری، هر چقدر هم اندامت قشنگه، اگه لباس بدن نما یا سکسی یا جذاب بپوشی، یعنی داری چراغ میزنی، میخوای اتنشن مردای دیگر رو بگیری. و این چیزی هستش که شوهرت ناراحته، دوست پسرت ناراحته، ولی در تلویزیون رادیو یه نفر جیک هم راجبش نمیزنه. چرا؟ چون قراره که تو چون خوشحال میشی از اون قضیه، تو رو خوشحال نگه دارن، گوشی رو ور نداری بگی آقا من خیلی متاسفم این برنامه رو شما دارین، این واقعا این مرد از کجا اومده، این واقعا از همون جمهوری اسلامی اومده، باید بره همونجا که همین زن مرد زنا چادر میذارن سر، با کتک چادر بکنن سر زن، این از همونجا اومده، نه خوندا فرستادن.
من خیلی خوشحال میشم هر چقدر خانوما کمتر لباس بپوشن. البته خواهش میکنم اندامتون قشنگ باشه، در غیر این صورت نه، سعی میکنم نگاه نکنم. ولی وقتی که اون خانومی که میگه من با هیچ مردی نمیذارم بهم دست بزنه مگر که ریلیشنشیپ داشته باشم، من اینکه ازدواج بکنم مگر اینکه دوست پسرم باشه، در غیر این صورت من نمیکنم، خیلی خوب، پس شما میخوای مردی باشه که همه زنا رو بذاره کنار به خاطر شما، پس شما باید همه مردا رو بذاری کنار. همه مردا رو چجوری میذاری کنار؟ چشماشون هم باید بذاری کنار، اتنشناشون هم باید بذاری کنار، که اون وقت تشنه توجه مرد باشی که از مرد خودت بگیری. خب در غیر این صورت هر مردی که وارد ریلیشنشیپ با اینجور زن بشه آدم احمقیه. دفعه دیگه ما میخوایم این قضیه رو دقیقاً میخوایم بررسی کنیم و اینکه خانمایی که بعد از مثلا 8 سال 7 سال از ازدواجشون گذشته تازه شروع میکنن فیسبوک درست کردن و اینجوری عکس میگیرن و با دوستاشون و فلان اینا، حالا عکس شوهرشون هم یه گوشه است، یا نه با شوهرشون عکس گرفتن صفحه اول، ولی خب مثلا نگاه میکنین 380 نفر فقط به خاطر همون خانم اومدن روز ولنتاین رو بهش تبریک میگن. در نتیجه اون بحث هفته آینده است. خلاصه نتیجه ما از این بحث دو سه هفته گذشته اینه که فیسبوک و سوشال نتورک های کامپیوتری و اینترنتی برای این طراحی شده که تا اونجایی که ممکنه زنها رو خوشحال نگه داره و از این وقتی که مردا میذارن برای دیدن این زنها پول بسازه، به هیچ چیز دیگه اهمیت نمیده. هیچ کسی نمیشینه میلیون ها دلار یک وبسایت رو مینتین بکنه که شما بیای بگردی دوست دختر پیدا کنی. میخوام 100 سال زیاد دوست دختر پیدا نکنی، به من چه مربوطه تو دوست دختر پیدا کنی. اون میخواد جنس بفروشه رو اونجا، آگهی بفروشه. آگهی رو با چی میفروشه؟ اون رویای زنا رو که تا زن باید بتونه با مرد دوست باشه. یعنی چه؟ مگه همه چیز بین زن و مرد سکته؟ من الان با 380 هزار نفر سال نو رو تبریک میگیم، جنبش ها رو به هم دیگه معرفی میکنیم، مثلا اون یکی نشسته تو اوهای، اون یکی هم نشسته تو لاهویا، یکی هم تو سان وان کاپسترانو نشسته، یکی هم تو یوتا نشسته، دارن با هم راجع به جنبش های خاورمیانه حرف میزنن. این هم نتورکینگه. پس این دینایال و این کتمان واقعیت و خواب و خیال و رویا رو تشویق میکنه، دنبالش رو میگیره. وقتی که دنبالش رو میگیره زنه خوشحال میشه. حالا میخوای امتحان کنی، شروع کن یک دختری رو در فیسبوک یه خود عصبانی کردن با دوتا مسیج و با دوتا نمیدونم یه چیزی بهش بگو که یعنی چه این کاری که تو میکنی، این کاری که تو میکنی فیر نیست، مگه اگه نمیخوای با مردی باشی اتنشنش چرا میگیری؟ دو دفعه از این مسیج ها بشه عصبانی بشه، اکانت فیسبوکت از ریشه زده میشه، برو 10 تا وکیل هم بگیر نمیتونی پس بگیری. خب چون طرف نگاه میکنه این خانم مثل کمپانی موس موبیل که من سوژه کردم نگاه میکنه، میبینه خب قاضی گامبوی بیشور احمق دادگاه ورنایز که اسمش هم نمیدونم چیه، ما کیس بوس موبیل بهروز پاکشیر ورسس بوس موبیل برید چک بکنید، هزار تا مدرک بهش دادم هیچ تو حرف ما رو اصلا گوش نکرد، اصلا گوش نکرد به مدرک، نگاه کرد دیگه اون کمپانی عظیم بوس موبیله. حالا فرض کنیم که این به این آقا هم اجحاف شده، من اگه بیام حق بدم به این اون وقت دیگه ول نمیکنه، اون وقت گند قضیه بالا میگیره که بندازیم بیرون این یارو با این لهجهش با اون قیافش با اون دماغش ما رو انداختن از دادگاه بیرون. هیچ کس هم نگاه نکرد به این مدارک، حالا این مدارک روی یوتیوب گذاشته شده میتونید ببینید داستان چیه. و همون داستان هم اینجاست، طرف دختره رو میگیره، طرف تو رو نمیگیره که. حالا شما به عنوان پسر خیلی مونده که میگی 3 دقیقه، خیلی 3 دقیقه بیشتر وقت داریم نداریم، خیلی از 3 دقیقه بیشتر وقت داریم، 8:45 دقیقه است. 5 دقیقه وقت داریم، من فکر کردم 3 گفتی. I love you. ببخشید سر به سرتون گذاشتم. عرشبت که آره چی میگفتم، استراتژی اینجا اینه که شما باید دقیقاً برق و آب فیسبوک رو قطع کنی. چجوری قطع میکنی؟ دختره نباید خوشحال باشه. دخترهای قدیم از پشت پنجره عاشق میشدن، سعی کن همونجوری کنه. چرا؟ چون 750 تا نامه دختری که از پشت پنجره اون پسر نگاه میکرد و ازش خوشش میومد، 750 تا نامه هنوز باز نشده رو میزش نبود با عکسای پسرهای مختلف، یکی با قایقش، یکی با ماشینش، یکی با عضلات بدنش، یکی فلان، یکی گیتارش، نبود که چنگ میزد به در دیوار برای اتنشن مرد. شما مرد خرابش کردی، کاری که میکنی بلا فاصله پول بک،
یه ارتشی به جا حمله میکنه میفهمه اشتباه کرده، خندق همه دارن میریزن تو خندق، اونجا سوسمار هست و نمیذارم شیر و ببر و فلان پایین هست، خب دیگه مثل احمقا ادامه به حمله نمیده، برمیگردی عقب. کاری که میکنی تمام کسایی که ناراحتن از این که در فیسبوک دخترها سخت به دست میان، این داستانو میگفتم که دختره با پسر دوست من حرف زد، بعد آخر مهمونیش تماشا پسر گفت شما تلفن تو بده زنگ بزن، دختره گفت فیسبوک داری؟ من فقط با فیسبوک با شما حرف میزنم. بعدم رو اینترنت هر کی تایپ میکنه میگه داریم حرف میزنیم. میگم حرف یعنی صدا، آرتیکولیشن وذ وایس، این میشه حرف، اون حرف نیست اون تایپه. یعنی میگه که من نمیخوام پیغامو قشنگ گوش بده، این پیغامی است که میدیا داره به تو میده توسط دختره، آرزوی دختره رو فهمیده، داره آرزوی دختره رو انیمیشن سبودی کرده داره انجام میده، توش پول در میاره. دختره میگه فیسبوک داری باید حرف میزنم. یعنی چی؟ یعنی نمیخوام تلفن بدم حرف بزنی بگی بخندی وقتمون رو بگیری می خود با من فلرت بکنی، ناز و غمزه کنم، من بکنم نکنم چیکار کنم، بعد بیام یه جا بشینم تو کافی شاپ، بعد تازه یواش یواش تو فکر این باشم که چجوری من به تو بگم که ببین ما فقط دوستیم، ما فقط دوستیم. حالا من نمیدونم اون گردن کلفتی که اینجاشم چاقو خورده فقط دوستت نیست، کارهای دیگه هم میکنه، چه فرقی با این داره که این فقط دوسته؟ یعنی چی؟ یعنی I'm not attracted to you، تو جذاب نیستی برای من. چه جوری در طول یکی دو تا کافی شاپ و شام بیاد ساعت 7:30 بیاد 9 بره خونهشون و 4 روز بعد و 15 روز بعد جواب تلفن، چه جوری تو رو نرم نرم بکشونه تو اون قفس در رو ببنده بگه حالا we are just friends، حالا ما دوستیم فقط با هم. این سخت پسری که با چشم ابرو و فلرت و اینا اومده جلو کشونن انداختن تو تله just friend، ولی میگه فیسبوک داره، یعنی از تو فرند بیا، بیا ببین چه خبر اونجا. خب یک، اتنشن رو تا قطع میکنی، دو، بهش دختر هیچ فرصتی بیشتر یکی دو دفعه میمیری عکستو میذاری کلیک میکنی سلام چطوری خوشحال میشم باهات حرف بزنم، بله تلفن، نو خداحافظ. خب به این ترتیب اتنشن رو تا قطع کن. اتنشن مثل پولی هستش که شما خرج میکنی، هرچه بیشتر این پولیتو نگه داری و پول رو خرج نکنی ارزش اون پوله بالا میره، جنس بهتری برای اون پول بهت میدن. هرچی بیشتر پولتو پرت کنی تو هوا بریزی بیرون، ارزش پولت میاد پایین، جنس آشغالتری با پول خیلی زیاد هم شاید نتونی بخری. خب در نتیجه باید اینو داشته باشی. هفته آینده که اومدیم خدمتون راجع به این صحبت میکنیم که یک مرد محکم قوی نباید زنی رو کنترل کنه، هیچ مردی نباید هیچ زنی رو کنترل کنه، یه مرد محکم و قوی باید خودش رو کنترل کنه. افساری که اگه جای دیگه هست بکشه از دست هر کی که هست بذاره تو جیب خودش، افسار من دست خودمه، افسارم نمیخوام. خب شما هیچ زنی رو حق نداری کنترل کنی و نباید کنترل کنی. چیزی رو که کنترل میکنی خودت. شما پاتو میذاری تو رابطه، میگی من با تو رابطه دارم، اتنشن بهت میدم، سکس میدم، همراهی میکنم، کمک میکنم، همه جوره من برای تو مرد هستم. شما هم فیسبوکو زیرا بشو میزنی، همه برن با دختر خالت هم نمیخواد رو فیسبوک حرف بزنی، اون تلفنی حرف بزن. مگه این همه دخترها با دختر خالتشون در مثلا تهران یا مثلا اصفهان هست، مگه هفته چند روز با هم حرف میزنن؟ خب هفته دیگه میخوام راجع به حرف بزنیم، ریلیشنشیپ اور فیسبوک. خیلی ممنون از توجهتون، تا هفته آینده یادتون باشه که جمعه ظهر و یک شنبه 10 شب ما در رادیو 24 ساعته پرچونه در پرچونه.com با همدیگه صحبت میکنیم لایف. خدا نگهدار.